ساعتی پیش یک منبع در گزارش ارسالی برای صدای آمریکا از تلاش حکومت برای حذف فیزیکی یک فعال اهل مراغه خبر داده. بنابراین گزارش، حامد یگانه پور، فعال مدنی اهل مراغه و مادرش بر اثر تصادف ساختگی توسط نیروهای حکومتی رای بیمارستان شدند. در روایتی که برای ما ارسال شده که به همراه اون فایل صوتی آقای حامد یگانه پور هم به همراهش آمده، البته ما نذاشتیم برای اینکه به زبان ترکی بوده، گفته شده که او به همراه خانواده رای ترکیه بوده که در سه‌راهی مرن توسط یک خودروی سمند به سمت دیگر جاده هدایت میشه یا هول داده میشه و همسر آقای یگانه پور برای جلوگیری از تصادف شاخ به شاخ خودرو رو به سمت دیگری هدایت میکنه که سبب واژگونی خودرو میشه. گفته میشه که خودروی سمند مذکور از روز گذشته آقای یگانه پور رو تعقیب میکرده و گفته میشه که در پی این حادثه حامد یگانه پور و خانواده‌اش در بیمارستان بستری هستن. این رو هم اضافه کنیم، اشاره شده که گفته شده یعنی او در زمانی که آقای یگانه پور زمانی که در بیمارستان بوده، راننده همون خودروی سمند رو در حالی که سیم در دستش در بیمارستان شناسایی کرده. به هر صورت روایتگر این خبر در پیامش به صدای آمریکا میگه که در آذربایجان ما رو اعدام نمی‌کنن، به این شیوه حذف می‌کنن.